5 جوان، گرامی داشت روز جهانی محیط زیست. روز جهانی محیط زیست برای اولین بار در تاریخ 5 ژوئن سال 1972 توسط سازمان ملل نامگذاری شد. هدف از گرامی داشت این روز بالا بردن سطح آگاهی جامعه جهانی در راستای حفاظت از محیط زیست و ترغیب مسئولان به اتخاذ تدابیر و گرفتن تصمیماتی برای مبارزه با تخریب محیط زیست می باشد. از جمله اهداف روز جهانی محیط زیست می توان به موارد ذیل اشاره کرد: پیوند انسان‌ها با محیط زیست، مقابله با انقراض جانوران و گیاهان، توانمندسازی مردم برای تبدیل شدن به فعالانی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، ترویج مشارکت با هدف برخورداری تمامی ملت‌ها از آینده‌ای بهتر و سالم‌تر، جلوگیری از آلودگی آب و هوا و افزایش دمای زمین. سازمان ملل در چند دهه گذشته با ارائه کنوانسیون‌های متفاوت، اعم از کنوانسیون اقلیمی، حقوق دریاها، انتقال لاشه کشتی‌ها، دخالت در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی، زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست دریاها، حفاظت از پرندگان، جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها و توسعه اجتماعی در بین کشورها و همچنین هر ساله با برگزاری کنفرانس‌های متفاوت در اقصا نقاط جهان و با ارائه راهکارهای مناسب و نوین تکنولوژی و برنامه‌های آموزشی، افزایش توانمندی کشورها، بهبود برنامه‌های اقتصادی و مدیریت بلایای طبیعی نقش بسیار مهمی را در راستای حفاظت از محیط زیست داشته است. با این وجود در سالهای گذشته با تصمیمات نادرست سیاست مداران همواره شاهد تخریب محیط زیست و گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری بوده ایم و همچنین بحران زیست محیطی در کشور ایران مستثنا نبوده و این بحران متاسفانه رو به افزایش است. از جمله موزلات محیط زیستی که در ایران وجود دارد میتوان به آلودگی آب و هوا، خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، تخلیه آب‌های زیرزمینی، تخریب جنگل‌ها و قطع درختان، تخریب کوه‌ها، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و تخریب ساحل‌ها اشاره نمود. در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً ذکر شده است: حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های آتی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد و تمامی فعالیت‌های اقتصادی که موجب آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقانونی آن شود ممنوع است. اما در واقعیت مسئولان جمهوری اسلامی ایران با رعایت نکردن قوانین حفاظت از محیط زیست نقش کلیدی را در تخریب محیط زیست داشتند و متاسفانه تا کنون هیچ گونه اقدام مشهودی را در خصوص مبارزه با تخریب محیط زیست انجام ندادند. از مهمترین عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست در کشور ایران که ریشه سیاسی و اقتصادی دارند، می توان به ساخت بی‌رویه سدها، احداث جاده‌ها و اتوبان‌ها، حفر چاه، شهرک‌سازی، ویلاسازی در جنگل، به خصوص جنگل‌های شمال کشور، افزایش شهرک‌های صنعتی در نزدیکی مکان‌های مسکونی اشاره نمود. از جمله اقدامات جمهوری اسلامی ایران که موجب تخریب بیشتر محیط زیست شده است، می توان به موارد زیر اشاره نمود: تأثیر منفی آزمایشات انرژی هسته‌ای بر روی گونه‌های گیاهی و جانوری، عدم نظارت بر شکار بدون مجوز شکارچیان ایرانی و غیر ایرانی و در پی آن زخمی و کشته شدن محیط‌بانان، عدم کنترل و پیگیری شکار و فروش پرندگان نادر در بازارهای شهرهای مختلف ایران، فروش فضای سبز و ارائه مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز. صدور مجوز برای حضور و فعالیت کشتی‌های صیادی چین در خلیج فارس و عمان. واگذاری اراضی محدوده غار نمکی ژئوپارک قشم با هدف احداث شهرک صنعتی و مرکز پرورش آبزیان. در چند سال اخیر، همواره فعالان و مدافعان حفاظت از محیط زیست در کشور ایران با اطلاع رسانی و افشاگری در سطح جامعه در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی مسئولان و دولت مردان دستگیر و محکوم شده و در حال حاضر در زندان‌های ایران حبس خود را سپری می‌کنند.
سازمان ملل متحد در ماده 28 از اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر حق دنیای زیبا و آزاد برای همه و همچنین در اهداف 13، 14 و 15 از سند 2030 یونسکو به صورت اختصاصی با اشاره به اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب و هوا، حفظ و استفاده از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه، حفظ و بازیابی اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت جنگل‌ها و متوقف کردن روند تخریبی زمین و تنوع زیستی داشتن به مقابله با تخریب محیط زیست و راه‌های حفاظت از آن پرداخته است. و امیدوار است که در سالهای آینده شاهد تأثیر پیروی و اجرای این اهداف در کشورهای عضو این معاهده باشد و همواره زیستی سالم و به دور از هر گونه آلاینده را حق همگان دانسته و تمامی دولت‌ها را ملزم به رعایت نکات و دستورات حفاظت از محیط زیست می‌داند. و ما فعالان حقوق محیط زیست در ایران امیدواریم که با رعایت قوانین بین‌المللی توسط دولت و شهروندان بتوانیم محیط زیست سالم و قابل سکونتی را برای نسل‌های بعد فراهم کنیم. موارد و مثال‌های اشاره شده در این کلیپ تنها گوشه‌ای از مشکلات محیط زیست در جهان و به خصوص ایران را نشان می‌دهد. تلاش ما بر آن است که در کلیپ‌های آتی نگاهی تخصصی‌تر و کامل‌تر به همه معضلات زیست محیطی داشته باشیم تا بتوانیم به هدف خود که آموزش و آگاهی رسانی برای حفظ محیط زیست است دست یابیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.